امروز که این برنامه زنده پخش می شود، روز سیوم تیر ماه 1396 خورشیدی است. درست 65 سال پیش در این روز به دنبال یک جنب و جوش خیابانی، یک چیزی که برخی اون رو قیام ملی می خوانند و هر کسی برای اون یک واژه‌ای به کار می برد، دولت قوام السلطنه، دولت زودگذر قوام السلطنه، 3 یا 4 روزه نخست وزیر قوام السلطنه وادار به برکناری شد، قوام استعفا داد و در شامگاه روز 30 تیر مجلس شورای ملی بار دیگر رأی تمایل به نخست وزیری زنده یاد محمد مصدق داد و در همان زمان شاه این فرمان رو برش دستینه نهاد و دور دوم نخست وزیری زنده یاد محمد مصدق آغاز شد. من امروز بران نیستم که به بررسی رویدادهای 30 تیر بپردازم. همون گونه که میدانید من برنامه دیگری در این تلویزیون دارم با دوست بسیار ارجمندم آقای مهری که بررسی های تاریخی رویدادها رو بیشتر در اونجا انجام میدهیم و هر آینه من امروز به بررسی 30 تیر بپردازم حتما ایشان چندان شادمان نخواهند بود و این رو به شما وعده میدهم که در برنامه هفته آینده، چهارشنبه هفته آینده، به 30 تیر خواهی پرداخت. در اینجا میخواهم با شما در زمینه یکی از مهمترین مسائلی که به 30 تیر مربوط هست در گفتگو رو بگشایم. 30 تیر چه بود؟ ماجرا یک رویداد سیاسی روی هم رفته ساده‌ای در آغاز در کار سیاست ایران بود، در سپهر سیاست ایران بود. می‌دانیم که زنده یاد محمد مصدق و محمد رضا شاه پهلوی دیدگاه‌های همسویی در زمینه فرمان روایی و مسئله ملی شدن صنعت نفت در ایران نداشتند، اما تا اون هنگام هنوز روابط میان اونها یک روابط مدنی، یک روابط روی هم رفته همراه با احترام متقابل بود. یعنی مصدق به شاه احترامی گذاشت و شاه هم نخست وزیری مصدق رو خواه و ناخواه، شاید هم با اکراه، پذیرفته بود. در این هنگام چند روزی پیش از رویداد 30 تیر، پس از اینکه انتخابات مجلس 17 به پایان رسید، بر پایه سنت مشروطه که در پایان یک دوره مجلس 16 نخست وزیر از کار استعفا میداد و دوباره مجلس رأی تمایل به نخست وزیری او و نخست یا نخست وزیری دیگری میداد، مصدق هم به مجلس، به آگاهی مجلس رساند که آمادگی برای استعفا داره و با حاضر بود که استعفا بدهد، برای اینکه این سنت مشروطه بود. مصدق با شاه دیدار کرد، مجلس علاقمندی خودش رو به ادامه نخست وزیری مصدق نشان داده بود و رأی تمایل داده بود و مصدق برای ادامه کار با شاه دیدار کرد و برای ادامه کار در روز 24 یا 23 تیر ماه پیش شرطی رو در برابر شاه نهاد. من به درست یا نادرست بودن این پیش شرط کاری ندارم. پیش شرط این بود که وزارت جنگ یا دفاع ملی هم در دست مصدق باشد. میدانید که در قانون اساسی ایران فرماندهی کل قوا با شخص پادشاه است، ولی وزارتخانه ها رو نخست وزیر اداره میکنه. ولی یک سنت نانوشته‌ای در این دوران پس از شهریور 20 به وجود آمده بود که وزارت جنگ رو دربار تعیین میکرد. خود مصدق همین رو پذیرفته بود و در آغاز کار حتی هنگامی که میخواست کسی رو به وزارت جنگ بگمارد، به دربار، از دربار خواست که کسی رو معرفی کند و تا این گونه مقید این سنت بود، اگرچه این سنت نانوشته ای بود. ولی برداشت مصدق در این بود که شاه با در دست داشتن وزارت جنگ کارشکنی می کند یا کسانی در پیرامونیان شاه به او اجازه فعالیت آزاد رو نمی دهند و حتی تدارک یک نوع براندازی او رو می بینند. یک نوع برداشت هایی برای مصدق و پیرامونیان او وجود می داشت. من به درستی و نادرستی مسئله کاری ندارم، ولی ما این سنت رو در گذشته هم داشتیم. هنگامی بود که رضاخانی که در اون هنگام نخست وزیر بود میخواست که اداره
امور لشکری بری و بحری رو هم در دست بگیره، فرمانده کل قوا. و احمد شاه تن در نمیداد به این کار. احمد شاه در اون هنگام در فرانسه بود و عده‌ای رفتند سراغ اون زمان محمد مصدق که به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان در ایران شناخته می شد، و محمد مصدق طرحی رو نوشت و مجلس تصویب کرد که بر پایه این ماده واحده و برداشت مجلس از قانون اساسی، مجلس می تواند این حق رو به نخست وزیر، این وظیفه رو به نخست وزیر بدهد. و چنین هم شد. رضا شاه کاری رو که احمد شاه حاضر نبود انجام بدهد ستاند و انجام داد و فرماندهی قوا رو هم در دست گرفت. مصدق بر پایه همین سنت این درخواست رو از شاه کرده بود. باز میگویم من به درستی و نادرستی این درخواست کار ندارم. شاه این رو نپذیرفت و در 25 تیر ماه 1331 مصدق در نامه‌ای که به شاه نوشت بدون مشورت با کابینه خودش، با یاران خودش، از نخست وزیری استعفا داد. یک شوکی در جامعه به وجود آمد. هیچ کس گمان نمی کرد که مصدق پس از این سفر درازی که به لاهه رفته بود و از حقوق ایران در دادگاه لاهه دفاع کرده بود و با چنین حرارت و پر از آتشی شیفته در واقع ادامه ملی کردن صنعت نفت بود، از نخست وزیری استعفا بدهد. من بر این باور هستم که همان گونه که خود دکتر مصدق در یادمانده خودش در جای اشاره کرده، استعفای مصدق کار نادرستی بود، کار درستی نبود. یکی از هممیهنان هم از ایران، آقای بهمن قاف که فامیلشون رو نمیگم، نامی برای من نوشتن که ایشان گوش به زنگ باشن در برنامه با آقای مهری هفته آینده. من به نامی ایشان در این زمینه پاسخ خواهم داد. اما به داوری من مصدق نباید استعفا میداد. این اختلافی که میان او و شاه در این زمینه وجود می داشت اختلاف ریشه‌ای نبود و می توانست حل بشود، و مصدق دارای چنان توانایی و قدرتی بود که حتی اگر شاه این رشته رو به او واگذار نکنه، کماکان بتواند کار خودش رو انجام بدهد، البته با گرفتاری های فراوان. بر اون مصدق استعفا داد و در روز 26 تیر ماه 1331 مجلس شورای ملی با یک گروه بسیار اندکی که در مجلس گرد آمده بودند که حتی میگفتند حد نصاب هم نداشت، به نخست وزیری قوام السلطنه رأی داد. و یکی از نخستین کارهای قوام اون اعلامیه بسیار تند و تیزی بود که در رادیو خواندند که با این سروده اندکی دستکاری شده منوچهری دامغانی آغاز میشد: کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. سروده منوچهری دامغانی این است که کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، ولی این رو برگردانده بودند برای اینکه به ناخدای تازه بودن قوام السلطنه بپردازند که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. به هر روی این بیانیه واکنشی در میان مردم برانگیخت و به هر روی در روز 30 تیر گروه گسترده‌ای از مردم، راهپیمایی ها از روزهای پیش آغاز شده بود ولی در روز 30 تیر گروه گسترده‌ای از مردم به خیابان ریختند، زد و خورد ها و درگیری ها به وجود آمد. قوام السلطنه دستور آتش داد و عده‌ای کشته شدند و شاه از او خواست که کناره بجوید، کناره گیری کند، و کناره گرفت و قوام در میانه روز 30 تیر گمان میکنم 2 ساعت پس از نیم روز از نخست وزیری کناره گرفت و در شامگاه همان روز مصدق به نخست وزیری بازگشت. یکی از کسانی که در این دور رویدادها تواناتر شد آیت الله کاشانی بود که با صدور چند اعلامیه مردم رو و آزاریان رو به خیابان فرا خوانده بود. گواه زیادی در دست نیست که این مردمی که به خیابان آمدند به دلیل درخواست و اعلامیه کاشانی بوده باشد، ولی بیگمان اعلامیه کاشانی در این کار بی تأثیر نبود. خب در اینجا من تنها میخواهم به یک موضوع بپردازم و نه به سیتی رو درست بودن و نادرست بودن کار مصدق یا شاه یا دیگر مسائل. درباره این رویداد، یعنی رویداد سیتی، داوری های کاملا میتوان گفت
چندگانه‌ای در برابر ما نهاده شده، از سوی پژوهشگران تاریخ، از سوی کسانی که دستی در سپهر سیاست دارند و اونهایی که طرفدار پادشاهی هستند یک برداشت از سی تیر دارند، اونهایی که طرفدار مصدق هستند، اونهایی که توده‌ای هستند یا چپ هستند، هر یک برداشت ویژه‌ای از رویدادهای این زمان دارند. ولی آنچه که مورد پرسش است در این است که، یا موضوع برخورد امروز من است، این است که میگویند این رویداد سی تیر مقدمه‌ای بر انقلاب 57 شد. این رو حتی دوست فرزانه من زنده یاد داریوش همایون هم میگفت که بله، این سی تیر بود که زمینه دخالت روحانیان رو در سیاست فراهم کرد. تا اون زمان روحانیان دستی چندان نیرومند در سیاست نداشتند و در این ماجرا چون کاشانی فهمید که میتواند توده مردم رو برانگیزه، به این ترتیب زمینه انقلاب 57 فراهم شد. بگذاریم که انقلاب 57 25 سال 26 سال پس از سی تیر 1331 روی داده، ولی به هر روی این نوع ارزیابی ها انجام میشد. اگر انقلاب 57 به جایی که در 57 روی بدهد مثلا در سال 34 روی داده بود و آقای کاشانی و روحانیان مردم رو برانگیخته بودند و دولت دینی درست کرده بودند، من شاید میگفتم که اندکی حقیقت و راستی در این ارزیابی است. اما اینکه 26 سال پس از آن یک نسل دیرتر انقلابی از سوی آدمهایی که از نسل و اندیشه کاشانی هم نبودند، یک جنبش اجتماعی به وجود بیاید که رژیم پادشاهی رو براندازه و دولت اسلامی در ایران به وجود بیاورد، و بگوییم که این از دل سی تیر بیرون آمده، از اون داستانهای ناچسب روزگار است و واقعا خنده دار. اما در این میانه دروغ پردازی هم خیلی شده. این ماجرای دروغ در فرهنگ ما به هر حال بسیار دردناک. ادوارد براون که شیفته فرهنگ ایران بود و کسی نمیتواند تردیدی در این داشته باشد که ایران و ایرانی را دوست می‌داشت، در جای نوشته بود که ایرانیان از شمار استثناء مردمی در دنیا هستند و شاید تنها گروه مردمی در دنیا هستند، ملتی در دنیا هستند که بیدلیل دروغ میگند. و این براستی در فرهنگ ما نهادینه شده، با شیر اندرون شد و با جان به در شود. مردم ما روی هم رفته، ما مردم روی هم رفته با دروغگویی، ناراستگویی خو گرفته ایم، پذیرفته ایم. حتی هنگامی که دوستی به ما چیزی رو میگوید مطمئن نیستیم که این سخن راست باشد یا ناراست، و به احتمال زیاد هم در بسیاری از زمینه ها ناراست. دروغ‌های ساده‌ای مانند این که آدمی برای دیدار دیر می آید و داستان می سازد که بله در راه تصادف شده بود. خب مرد حسابی، بگو من دیر بلند شدم، دیر راه افتادم. تا دروغ‌های بزرگتری که به سپهر سیاست باز می گردد و به ویژه اونهایی که درباره زنده‌یاد محمد مصدق رواج دادند، و تا جایی که حتی گفتن این آدم حرامزاده بوده و چیزهای زشت و بسیار پلیدی از این دست. من روان شدن دروغ رو در میان مردم میفهمم، نمیپذیرم، ولی میتوانم درک کنم که چرا پس از صده ها خونریزی و تبهکاری و براندازی و چپاول و غارت و هجوم و خودکامگی و کشتن و سربریدن و بسیاری چیزهای دیگر در میان ایرانیان از بیرون از خاک ایران، از درون خاک ایران، مردم برای اینکه بتوانند زندگی کنند، برای اینکه بتوانند بمانند، یاد گرفته بودند که دروغ بگند، یاد گرفته بودند که راستگویی سر اونها رو میتواند برباد بدهد و بهتر است که راست نگویند، آن چیزی رو بگویند که فرمانروا، حاکم، امیر، ولی، عرض کنم فقیه یا هر کسی که در اونجا قدرتی دارد پذیرای این گونه برداشت از راستی هاست. بنابراین راستی رو میچرخاندند، دروغ میگفتند، و میپذیرم که چرا باید دروغ میگفتند، نمیپذیرم ارزش اون رو، ولی میفهمم که چرا باید و چگونه این در فرهنگ ما نهادینه شده. طبیعی است که
در سرزمینی که بارها دست به دست شده، که شهرهای اون دست به دست شده، آیین دینی مردم دست به دست شده، مردم یاد گرفته بودند که تقیه کنند به سبک شیعی، دروغ بگن، ناروا بگن. این آقای عسکرولادی که چندی پیش درگذشت، این رهبر حزب مؤتلفه بود، از دل اون جریانی بیرون آمده بود که فدایان اسلام، کشندگان احمد کسروی و آدمکش‌های اسلامی اون زمان را انداختند پیش از جمهوری اسلامی. این آقای عسکرولادی افتاد زندان و در آستانه یکی دو سال پیش از انقلاب 57 یک نامه پشیمانی نوشت و به شاه فرستاد و همراه با تنی چند آزاد شد. بعدها داستان برای خودش ساخته که بله، ما چون میدانستیم که امام در حال برنامه ریزی انقلاب است، بله حتما میدانستیم، این نامه رو نوشتیم که بیاییم بیرون و انقلاب رو سازمان بدیم. این دروغ رو هم ایشان پذیرفته، همون امام پذیرفته، همون دیگران پذیرفتن. خودشون دروغ میگفتند و به مردم هم دروغ تحویل میدادند. هم امروز هم این کار رو در بلند پایه ترین جایگاه های جمهوری اسلامی با مردم انجام میدن. مردم هم خوب گرفتن، مردم هم به یکدیگر دروغ میگن. اینها رو من میفهمم. اما اینکه کسی به نام پژوهشگری، آدم هایی به نام بازبینی تاریخ، آدم هایی در لابلای جستجوی اسناد تاریخ با مردم دروغ بگند، این دیگر ماجرای جداگانه است. چون مردم دروغ میگویند برای اینکه خودشون رو حفظ کنند. آدمی ناراست میگوید به پلیس برای اینکه جریمه نشود. آدمی ناراست میگوید به مأمور مالیات برای اینکه پول ندهد. و خیلی چیزهای دیگر. اما یک پژوهشگر تاریخ، کسی که بناست راستی‌های تاریخ رو بازبینی کنه و در برابر مردم بنهد، باید با مردم و با جامعه راستگو باشه. یعنی اسناد رو وارونه نسازد. می خواندم در چند روز پیش در یکی از این نوشتارهای پر از دروغ و فریب که گفته شده این مصدق از آنجایی که به یاری یک جریان مذهبی به قدرت بازگشته، یعنی آقای کاشانی، از آن پس دیگر زیر بلیط آخوندها بوده و از اونها حمایت میکرده و اصلا این آقای مصدق که میگویند سکولار بوده دروغ است. این آدم با پشتیبانی فدایان اسلام، با پشتیبانی کاشانی، حزب توده رو هم چاشنی میکنند. همه اینها با هم، هم فدایان اسلام بوده، هم حزب توده بوده، همه اینها در واقع به قدرت بازگشته و از این روز که آدمی بوده وفادار به این نوع ارزش ها. و سیه تیر هم نمادی است از یک جنبش مذهبی. جالب اینجاست که حزب توده سیه تیر رو به نام خودش می‌نویسه، مذهبی ها هم سیه تیر رو به نام خودشون می‌نویسن. و باز هم جالب این است که اگر شما نوشته های فدایان اسلام و اونهایی که امروز هوادار فدایان اسلام هستند، از جمله کسانی که در ایران سر کار هستند رو بخوانید و یا نوشته های حزب توده رو بخوانی، هر دوی این گروه ها میگویند که در برانگیختن سیه تیر اونها نقش داشتند. و جالب اینجاست که روزنامه های اونها در اون زمان که در دست ماست، از ناسزاگویی به مصدق پس از سیه تیر پرهیز نمی کردند تا 28 مرداد. سیه تیر رو به نام خودشون می نویسند برای اینکه سرمایه‌ای برای تبلیغات است. اما تاریخ رو وارونه می کنند که چرا اگر اونها بودند که با این قیام و جنبش مردمی مصدق رو به نخست وزیری بازگرداندن، از فردای سیه تیر دشمنی ما نخست وزیر تازه رو یا نخست وزیر دوباره رو آغاز کردند و در روزنامه های خودشون، روزنامه های توده‌ای و روزنامه نبرد ملت فدایان اسلام و روزنامه های مذهبی دیگر، آغاز به دشمنی با مصدق کردن و سپس در 9 اسفند همه اینها، توده ها نه ولی نیروهای مذهبی، با دربار همسو شدند و کوشش در برانداختن مصدق کردند. به اینها نمی پردازند. در جای دیگری هم خواندم که این از اون اتهام اول بدتر است، که برای این کدام وفاداری به قانون است از سوی مصدق که یک شورش خیابانی او را به قدرت باز می گرداند و او میگوید که او وفادار به قانون است. این آدم ها مفهوم قانون و مفهوم
فرایندهای سیاسی رو در نیافتند. گمان میکنند که هنگامی که ما میگوییم که ما باید قانون مدار باشیم، باید به گزار خشونت پرهیز باور داشته باشیم، به این معناست که همه چیز رو بیاندیشیم که از صندوق رأی بیرون میآید و هیچ جنب و جوش خیابانی، هیچ کارزار اجتماعی در دگرگون کردن سرنوشت این صندوق رأی تأثیر نباید داشته باشد. اگر به این نوع افراد، به این گونه اندیشه ها باور داشته باشیم، باید تا ظهور امام ناپیدا در این انتظار باشیم که یک کسی در دل این جمهوری اسلامی پیدا بشود که از این صندوق رأی بیرون بیاید و از این صندوق رأی آدم خوبی در بیاید و رفته رفته جمهوری اسلامی رو دگرگون بکنه. راستی چنین نیست. بدون یک جنبش اجتماعی صندوق رأی بی‌مفهوم و بی‌معناست. صندوق رأی تحت تأثیر جنبش‌های اجتماعی است، زور بخشی از تحول اجتماعی است. زور به مفهوم این نیست که شما اسلحه به دست بگیرید. زور یعنی حضور 1 میلیون مردم در خیابان. زور یعنی حضور اون میلیون ها مردمی که در جنبش 88، جنبش سبز به خیابان آمدند و آقای موسوی با دیدن اونها بر اون فولکس واگنی که ایستاده بود دریافت که باید مقاومت بکنه. زور یعنی اینکه مردم رو اگر آقای خاتمی از خیابان به خانه نرانده بود، به اونها نگفته بود که پس از اینکه این جنبش اصلاحات با این شورش مردم، با این شرکت پر از هیجان مردم موفق شده، باید مردم در خیابان در جنبش اجتماعی باقی بمانند، این بلا سرش نمی آمد که پس از سالها بگوید من یک تدارکچی بودم. صندوق رأی تنها در پناه جنبش اجتماعی مفهوم دارد. شما به دگرگونی های سیاسی دنیای پیشرفته نگاه کنید. مگر سیاه‌پوستان آمریکاست، آفریقای تباران آمریکا حق رأی پیدا میکردن اگر جنب و جوش و اعتراض خیابانی نبود؟ به راستی فکر میکنید که همه اینها در مجلس سنا و کنگره آمریکا برگزار شد یا آقای جانسون یکو به این فکر افتاد که یک مسببه ای رو امضا بکند؟ خیر، هزاران راهپیمایی، زد و خوردها، خون ریخته شدن، بحث نشینی ها، راهپیمایی ها و جان باختن های بسیاری از مردم سرانجام این قوانین رو بر مجلس تحمیل کرد. همچنین در بسیاری از زمینه‌های دیگری که در کشورهای پیشرفته جهان ما شاهد اون هستیم. مگر لخ والنسا در لهستان می توانست بدون حضور 10 میلیون کارگران و مردم که به خیابان ریخته بودند، مجلسی رو که مجلس کمونیست ها بود وادارد که به نخست به ریاست جمهوری او رأی بدهند؟ این جنبش اجتماعی بود که این دگرگونی رو ایجاد کرد. من تابع و علاقمند به دگرگونی های قانونی هستم، دگرگونی های وفادارانه به قانون، اما به این معنا نیست که ما باید بنشینیم و گمان کنیم که مثلا در جمهوری اسلامی کنونی بدون یک جنبش نیرومند اجتماعی قوانین دگرگون خواهد شد و تنها از راه صندوق رأی مردم به یک رشته دستاوردهای تازه دست خواهند یافت. هیچ کجا در تاریخ بشر چنین نبوده. سیتی بخشی از یک جنبش اجتماعی است که مردم به خیابان می‌ریزند و در این شورش خیابانی فرایند حقوق و قانون رو تضمین می‌کنند. نمی‌آیند به خیابان بریزند و مجلس رو غارت بکنند و فرایند قانونگذاری رو ویران بسازند، بلکه می‌گویند ما خواهان بازگشت مصدق به نخست وزیری هستیم. مصدقی که به داوری من به نادرست استفاده داده بود، زیر این فشار این جنبش اجتماعی و درخواست عمومی مردم به نخست وزیری بازگشت و درست هم بود و این کار بخشی از فرایند حقوق و قانون است. جنبش اجتماعی ضدیت با قانون ندارد. جالب اینجاست که آدمهایی که از این نوع سخنان پرت و پلا رو میگویند هوادار کودتای 1299 سید ضیا و رضاخان هستند. آمدن یک مش قزاق از قزوین به تهران و تحمیل نخست وزیری به احمد شاه قانونی بوده، اما جنبش اجتماعی نیرومندی که در جامعه در گرفته و مردم با درخواست بازگشت محمد مصدق به نخست وزیری او رو به نخست وزیری از راه قانونی بازگرداندن، این یک شورش مذهبی است. این به هم زدن ساختار حقوقی جامعه ایران به شمار می آید. این سخنان بدور از راستی است، بدور از آزمون دگرگونی های حقوقی، تاریخی، سیاسی در دنیاست.
هیچ دگرگونی سیاسی، دگرگونی های بنیادی سیاسی بدون جنبش های اجتماعی ممکن نبوده، شدنی نبوده. تمام آزادی هایی که زنان به اونها دست یافتند، آزادی هایی که اقلیت ها به اونها دست یافتند، آزادی روزنامه نگاری، همه آزادی هایی که در برخی از اونها در قانون بوده، برخی از اونها در قانون سپس آمده، اینها پیامد یک جنبش نیرومند اجتماعی است که بخش زیادی از اون در خیابان رقم زده شده. مردم در راهپیمایی، در بسنشینی، در واکنش به رفتار حکومت قانون رو سیلق دادند. قانون رو بهتر کردند. قانون رو تواناتر کردن. سی تیر چه بود؟ هنگامی که قوام السلطنه گفته بود که من چوب دار پدیدار میکنم، دادگاه انقلابی ایجاد میکنم، دمار از روزگار مخالفان در خواهم آورد و پنهانی وارد گفتگو با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای پایان دادن به ملی شدن صنعت نفت کرده بود، آغاز کرده بود این پروژه رو، مردم به خیابان ریختند و خواهان پایان نخست وزیری قوام السلطنه شدند. میدانستند که او چه میخواهد بکنند و مصدق رو به نخست وزیری بازگرداندند. این یک فرایند قانونی است، حقوقی است، همراه با یک جنبش نیرومند اجتماعی. این درسی برای امروز ما هم باید بشود. ما نخواهیم توانست به این پدیده پلید حکومت دینی در ایران از راه مسببه و اعلامیه پایان بدهیم. به یک جنبش نیرومند اجتماعی نیاز داریم و این جنبش نیرومند اجتماعی از اعتصاب و بسنشینی و واکنش و راهپیمایی و دیگر کارهایی که گاه در اونها خون از مردم هم ریخته خواهد شد، همون گونه که در جنبش 88 ریخته شد، اینها رو هم در بر دارد. اینا هزینه هایی است که تحول اجتماعی میپردازد. اینها به معنای یک انقلاب خشونت آمیز مسلحانه نیست که مردم با جنگ افزار گرم به خیابان بریزند و دشمنان رو بکشند و کاخ دولت رو یا مجلس رو بگیرند و چنین و چنان بکنند. نه، این زور اجتماعی، میلیون ها مردم در خیابان، راهپیمایی، واکنش، اعتراض ها، بست نشستن ها، اعتصاب ها، بخشی از دگرگون کردن ساختار ماندگار جامعه برای یک ساختار بهتر در جامعه است. از راه های حقوقی و قانونی، اینکه چگونه این کار جنبش اجتماعی با رفتار حقوقی پیوند پیدا بکند، زیبایی دگرگونی هایی است که ما در دنیا داشته ایم که مثلا در ایالات متحده آمریکا به تصویب بندهای تازه‌ای در متمم قانون اساسی این کشور انجامیده. حقوق زنان داده شده، برابری حقوق بردگان آزاد شده رو با سفید پوستان پذیرفته، همین حق ازدواج همجنسگرایان در ایالات متحده آمریکا، نه از این روز که گویا گروهی در دادگاه عالی آمریکا سر عقل آمدند و گفتند که خب اشکال ندارد اینها هم به هر حال ازدواج کنند، نه، هزاران هزار واکنش خیابانی و اعتراض و جنب و جوش بود که سرانجام این تأثیر رو گذارد. درست یا نادرست، بحث من در مورد جزئیات کارهایی که انجام شده نیست، بلکه در این است که دگرگونی های اجتماعی در ساختارهای حقوقی و قانونی با جنبش های اعتراضی و خیابانی همراه است. بنابراین اونهایی که میگویند سی تیر یک رفتار غیرقانونی بوده و مصدق بر گرده یک رفتار غیرقانونی به قدرت بازگشته، اصلا مفهوم تحول اجتماعی رو در نیافتند. مگر نه این است که خود رضا شاه برانگیزاننده جنبش اجتماعی خیابانی برای جمهوری بوده، تشویق میکرده این کار رو و خب موفق نشده یا پس گرفته به دلایلی که تاریخ به هر حال در این باره آمده؟ مگر محمد رضا شاه برای اجرای اصلاحات ارضی هزاران هزار، صدها هزار مردم رو به خیابان نکشانید؟ این بخشی از دگرگونی اجتماعی است که شما از توده مردم برای یک فرایند حقوقی بهره میگیرید. هواداران مصدق مردم رو به خیابان فرا خواندند تا مصدق رو به نخست وزیری بازگرداندند و این یک رفتار قانونمندانه
و متکی بر ارزش‌های قانون اساسی بود، همان گونه که قانون اساسی ایران از بس نشستن مردم در باغ سفارت بریتانیا و از شب نامنویسی ها و راه پیمایی ها و دیگر کارها به دست آمده بود، در اینجا هم درگیر شدن مردم در سیتی بدور از فرایند حقوقی و قانونی نبوده، بخشی از فرایند حقوقی و قانونی است. اجازه بدهید بخوانم. یکی دیگر از دروغ پردازی های براستی بی پایه بی مایه در مورد زنده یاد مصدق و سیه تیر در این است که پس از سیه تیر، از آنجایی که کاشانی از جمله در برانگیختن گروهی از مردم در ماجرای سیه تیر نقش داشت، از آن پس مصدق وامدار جریان های مذهبی شد و خود رو با جریان های مذهبی همسو و هماهنگ کرد. به این هم نمی پردازند که کمتر از 3 ماه پس از سیه تیر، کاشانی به یکی از دشمنان آشکار مصدق تبدیل شد و وارد کوشش برای براندازی اون شد. اسناد تازه یافت CIA نشان میداد که این کوشش رو از بیرون و از درون سازمان دادن و رفته رفته کاشانی رو که علاقمند به این نوع کار هم بود برانگیختن که سرانجام دشمنی خودش رو در ماجرای نو اسفند آشکار کرد. آیا درگیر شدن شخصیت‌های مذهبی در یک جریان اجتماعی هویت رهبران این جریان اجتماعی رو تعیین می‌کنه؟ گمان نمی‌کنم. هیچ کس نمی‌تواند این اتهام رو به رضا شاه بزند که در درازای پادشاهی خود وامدار به آخوندها بود. یکی از جنبه‌های پذیرفته شده در پادشاهی رضا شاه در این است که قدرت آخوندها را در ایران محدود کرد و این یکی از راستی‌های تاریخه. جدا از اینکه شما با رضا شاه همسو باشید نباشید، پادشاهی اون رو بپذیرید و نپذیرید، راستی در این است که در دوران پادشاهی پهلوی اول توانایی نیروهای مذهبی در ایران کاسته شد. اوقاف رو از اونها گرفتن، مدرسه‌های مذهبی رو تعطیل کردند، حتی رخت دینی رو برتن کردن رو واگذار کردن به امتحانی که باید طلاب میدادند بر پایه یک دستور دولتی، حتی برنامه‌های عزاداری رو محدود کردند. در 2 مسجد در هر شهری، اون هم در 3 ساعت، چای و شیرینی و قهوه و سیگار هم نمیتوانست در اونجا باشد. رفتن در برخورد به این توانایی های روحانیون شیعی، آقای خمینی میگوید که در همون کتاب معروف اسرار هزار ساله، کشف اسرار هزار ساله، که در دوران پادشاهی رضا شاه ما رو سوار درشکه هم نمی کردن، اینقدر ما بی اعتبار شده بودیم. خب این واقعیت دوران رضا شاهه. اما برگردیم و ببینیم رضا شاه چگونه روابطی در آغاز کار با همین روحانیان داشت. اگر شرکت کاشانی در جریان سیه تیر گواه بر این است که مصدق از این پس وامدار آخوندها بوده و حکومت او حکومتی آکنده از برداشت‌های مذهبی است که دروغ آشکاری است، بر پایه آنچه که امروز با شما در میان می‌گذارم، رضا شاه هم آنچه که درباره او در مورد درگیری با آخوندها می‌گویند حتما نادرست بوده، چون این گواهی هایی که در آغاز کار ما در دست داریم نشان میداد که تا چند اندازه هم رضا شاه به آخوندها و به مذهب روی خوش نشان میداده و تا چند اندازه آخوندها به او روی خوش نشان میدادند. یکی از برجسته ترین نمونه های این مسئله در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و سپس تاج گذاری رضا شاه است. مجلس مؤسسان اصل 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی رو تغییر داد و سلطنت مشروطه رو قانون اساسی مشروطه رو دگرگون کرد. یعنی در اصل 36 که سلطنت مشروطه ایران موضوع قاجار مطرح شده بود، این رو به شخص رضا شاه پهلوی واگذار کرد و همچنین در دیگر زمین‌ها. مجلس مؤسسان ایران 32 درصد نمایندگانش آخوند بودند.
32% نمایندگان مجلس مؤسسانی که رأی داد به پایان پادشاهی قاجار و آغاز پادشاهی رضا شاه، اینها مجتهد و معمم و آخوند بودند. پس پادشاهی رضا شاه باید وامدار دینداران باشد، وامدار رهبران دینی باشد. آدمهایی که نمونه از آدمهایی که نماینده مجلس مؤسسان بودند رو من برای شما نام میآورم. شیخ اسدالله ممقانی از تبریز، البته شرکت نکرد در اون جلسه، جلسه رأی‌گیری نهایی. سید ابوالقاسم کاشانی، همین کاشانی معروف، همین کاشانی که بعدها گفته شد که از یاران مصدق است، از پشتیبانان رضا شاه بود. آیت الله زاده شیرازی، شیخ محمد علی تهرانی، شیخ حسین یزدی، میرزا هاشم آشتیانی، سید محمد بهبهانی، حاج امام جمعه خویی، آقا جمال اصفهانی، شیخ الاسلام ملایری، آیت الله زاده خراسانی، سید عبدالوهاب صالح و همچنین آدم‌های مانند قوام الممالک، قوام الملک رفیع و خیلی های دیگر. یکی از کسانی که در این مجلس مؤسسان سخن گفته آقای یکی از روحانیانی که در اینجا سخن گفته، عبدالوهاب مجتهد گیلانی از روحانیان گیلان بوده، که گفته این پشتیبانی ما همان گونه درست است که امام حسن با معاویه کنار آمد. گفته البته رضا شاه گرفتاری های خودشو داره، ولی ما هم به روش امام حسن با معاویه کنار میاییم. البته دیگران غیر از این گفتن. آقای در همین دوران پیامی رسیده است این، و جالب اینجاست که خود رضا شاه هم توجه داشته به این مسئله. یعنی پس از نخستین، یعنی هنگامی که نخستین نشست مجلس مؤسسان برگزار شد، یک بیانیه‌ای بیرون داد رضا خان که در این بیانیه خط پیش از رأی‌گیری است، اعلام کرده بود که سیاست آینده او بر پایه دو اصل خواهد بود: اجرای عملی احکام شرع مبین و فراهم ساختن رفاه حال عموم. این سخن خود رضا شاه است. مصدق هیچگاه تو این چارچوب سخن نگفته. من اجازه بدهید که پیام پذیرفتن پادشاهی رو، ادای سوگند رضا شاه رو در اون خطابه‌ای که در روز 25 آذر خوانده برای شما اینجا بازگو کنم. من خداوند قادر متعال را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در و غیره و غیره. ببینید این آیا این سخنانی که رضا شاه بر زبان رانده و سوگند پادشاهی اوست، آیا میتواد این رو گواه گرفت که رضا شاه در دوران پادشاهی در زیر سایه آخوندها رفتار کرده؟ بیگمان نه، این رسم سیاست اون زمان بوده. آخوندها از پادشاهی رضا شاه پشتیبانی میکنن و رضا شاه خودش رو وامدار به اونها نشان میدهد، ولی گواهی در دست نیست که رضا شاه در این دوران 16 ساله پادشاهی وامدار آخوندها بوده باشه. چه گواهی ما در دست داریم که چون کاشانی در برانگیختن ماجرای سی تیر دست داشته، دور دوم نخست وزیری مصدق دور وامداری او به ارباب دین هست؟ کجا این نشانه رو در دست داریم؟ کوشش او برای قانونی کردن فروش مشروبات الکلی، دادن حق رأی به زنان، محدود کردن حقوق روحانیون در مسائلی مانند اوقاف آستان قدس و چیزهایی از این دست، کدام نشانه‌ای در دست داریم؟ چرا با تاریخ دروغ میگیم؟ اگر کسی بخواهد از این سخنان رضا شاه
بهره برداری دروغین بکنند، باید بگوید رضا شاه اصلا تابع آخوندها بوده. خب این واقعیت نداره، درست نیست. این کار رو یک سویه نکنید. دروغ پردازی در مورد رویدادهای تاریخی رو به نام پژوهش تاریخی رقم نزنید و به مردم بنمایانید. من نمونه دیگری رو خدمتتون میگم. این پیامی است، البته عربی بوده، برگردوندن به فارسی، پیامی است از سوی یکی از بلندپایه‌ترین روحانیان نجف که برای مردم ایران، یعنی آخوند مازندرانی، پس از پادشاهی رضا شاه برای مردم فرستاده شده. خدا برای این ملت منت گذاشته به سبب پادشاهی عادل که ملت از او راضی است و حقیقتا رضاست و برای او سلطنتی موروثی تأسیس شد که دست قضا در آن دخالت داشت. او مایه افتخار سلاطین عجم و بهترین پادشاهی است که سیره و سلوکش پسندیده است. پادشاهی که آزاد و بنده با او بیعت کردند و غنی و فقیر پیرو شدند. او نورانیت پیشانی اسلام و نور چشم امام عصر و حامی قرآن و سنن می باشد. راه و روش او ستوده است. او سلطان شیعه و حامی منطقه شریعت است. این بزرگترین، یکی از دو بزرگترین روحانیان نجف در ستایش از رضا شاه این رو گفته. آیا به این معناست که اگر این حرف رو آخوند مازندرانی درباره رضا شاه گفته، رضا شاه رو باید با این سخنان ارزیابی کرد؟ نه. پس چگونه است که یک بیانیه‌ای که آقای کاشانی در پشتیبانی از مصدق در ماجرای سی تیر بیرون داده، این رو سنجاق میکنید به سینه مصدق که ببینید این کاشانی و آخوندها و دینی ها مصدق رو به نخست وزیری بازگرداندن؟ دو سویه بازی نکنیم، راستگوی به تاریخ باشیم. تاریخ رو بر پایه منفعت های سیاسی روزانه رقم نزنیم، درست به تاریخ نگاه کنیم. مصدق بر پایه یک پشتیبانی گسترده مردم به نخست وزیری بازگشت. کاشانی فرصت طلب در این زمینه کوشش کرد که گوی سبقت رو برو باید و او بتواند به رهبر تبدیل شود و در این بازی باخت و درگیری او با مصدق از همان فردای سی تیر آغاز شد. از همان فردای سی تیر. جالب اینجاست که یکی از زمینه های این درگیری انتخاب پدر من به نخست به شهرداری تهران بود که کاشانی سخت با این کار مخالف بود و میگفت من آدم های بهتر از او دارم برای شهرداری تهران و چیزهای دیگری که بر روی دربارش خیلی ها می دانند. نکته من در این است که در ارزیابی از رویدادهای تاریخی این جنجال برانگیختنهای سیاسی رو باید به دور ریخت. دروغ با مردم نگفت. مردمی که با دروغ خو گرفتند، پرورش پیدا کردند، راستگو با مردم باید بود و گفت که سی تیر نمونه برجسته از یک جنبش اجتماعی است که قانون مداری رو در کشور توانا کرد و ما امروز هم در برخورد به حکومت دینی در ایران به چنین نوع جنبش‌های اجتماعی نیازمندیم. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما.